تیبل رو که قبلا ساختم میام پاکشون میکنم و ایشون رو میام دیلیتش میکنم، این کلوزش هم میزنم اگر وصل باشه، کانکشنش رو میبندم و این هم همینطور، این هم کلوز میکنم اگر کانکشنی وجود داشته باشه. میام رو دیتابیس کلیک میکنم، نیو دیتابیس دیگه خودتون بلدین. من میام اینجا به طور مثال همون مقدارش شام دیبی رو قرار میدم و موارد رو هم به این شکل میتونید قرار بدید، میتونید جاش هم عوض بکنید. توی سشن من اینجا بکنم شاپ دیوی داریم ما، خب شاپ یک میذارم که اینا بیاد یک ها قرار بگیره. این هم همینطور توی این مسیر قرارش میدم و میزنم اوکی رو که بیاد برامون بسازنش. خب شاپ دیوی یک رو برای ما ساخت. این شاپ دیوی رو اگر باز بکنیم مقدار داره به نام دیاگرام، تمام دیاگرام هایی که اگر روش ES بزنید در واقع اگر دیاگرامی یا تیبل هایی که ساخته شده باشه رو میاد به صورت دیاگرام هاش اینجا برای شما نمایش میده. شاید به چی میمونه؟ شاید به همین نویکتی که ما داریم. اگه من نویکت رو آن بکنم براتون بذارید بیاد بالا، اگر من بیا فایل و اوپن کانکشن رو بزنم، البته زمپ هم راه نیست این برام وصل بکنه. خب اگه مثلا لاراول ویرچوال بزنم ببینید اینجا میاد دیاگرام اینا رو به ما نمایش میده، همون شبیه به همونجا دیاگرام ها رو برای ما نمایش میده، البته خیلی بهتر. حالا بهتون میگم چه بهتره، چرا این در واقع سیمبولاش رو هم برای ما مشخص بکنه که به چه صورت به همین وصل هستن و خیلی میتونه به ما کمک بکنه. خب این تیبل روی این گزینه در واقع میتونیم ما کلیک بکنیم و کلیک راست بکنیم و گزینه نیو بزنیم و گزینه نیو در واقع تیبل. خب بیایم اینجا شروع کنیم کالم نامون رو تعریف کردن. خب اگه یادتون باشه ما میومدیم یک کلید کاندید داشتیم، درسته؟ یا کلیدی که باشه پرایمری کی ما یا کلید اصلی ما باشه. اون کلیدای یونیک و اینا که میتونه در واقع به صورت یکتا باشن هم میتونید اینجا قرارشون بدید. خب ولی خب اینجا برای ما بعد کلید پرایمری کی یا کلید اصلی، حالا طبق اون چیزایی که تو درس پایگاه داده گفتیم، بعد میتونید اینجا تعریف بکنید. بذارم مثلا من این رو میخوام بذارم شاپ دیگه، میذارم آیدی، میتونید حالا هر مقدار بذارید مثلا شاپ آیدی ها. این شکلی هم میتونه گذاشته بشه، ولی خب همون مقدار آیدی به نظر من خوبه. خیلی هم عادت دارم مثلا تی بی ال رو هم اینجا قرار میدم، مثلا میگه آی دی تی بی ال، هر جور که خودتون دوست دارید من به این شکل هم قرارش میدم. دیتا تایپ هاش نگاه کنید، دیتا تایپ ها اینجا خب بذارید از همین اسمال اینت استفاده بکنیم. این اسمال اینت اگر بیاید ازش استفاده بکنید کمترین مقداری هستش که اینجا میتونه برای ما تاینی اینت هستش، حالا اسمال اینت هستش، مواردی که وجود داره. بذاریم من اینجا خود اینت رو بزنیم، اینت هست که مشخص هستش مقدارش چقدر هستش، یا میتونه بیگ اینت باشه که اینجا وجود داره دیگه. چیزی به نام مثلا میدیوم اینت و اینا نداریم توی این. خب میدیوم مثلا بخواید بذارید، نه اینجا توی اسکیول وجود نداره. اینت مشخص بازه مقدارش هم چقدر هستش، اگر بیاید توی مای اسکیول هم قبلا نشونتون دادم اینا 4 بایت. خب 4 بایت میتونه اینجا بزنم این اسکیول اینو یه کوئری باز بکنم. خب اگر بیاید اینجا اینت استفاده بکنه، خب اینت مشخص هستش، آن ساینش من های 2 میلیارد خورده، من مقدارش یادم نمیاد، 2 میلیارد خورده بیلیون بنویسید تا مثبت مثلا 2 بیلیون خورده، خورده ایش هم دیگه خودتون میدونید چه مقداره، میشه 2 به توان 32 دیگه، 2 به توان 32 هم مشخص هستش چی میشه، میشه 2 به توان 10 ضرب در 2 به توان 10 ضرب در 2 به توان 10 ضرب در 2 به توان 2 که 2 به توان 10 2 به توان 10 میشه چی در واقع، میشه 1024 یه دارم اثبات میکنم 1024 و 1024 ضرب در 1024 ضرب در 4. خب این میشه 4 میلیارد خورده ای که حالا تقسیم بر 2 بشه میشه منهای 2 میلیارد خورده تا مثبت 2 میلیارد خورده ای، میشه علامت دارش آن ساینش میشه 4 میلیارد خورده ای.
تو کلکولیتر خود ویندوز بزنید و حساب بکنید. حالا بیگ اینت چه جوریه؟ بیگ اینت میگه مقدار چقدر هستش. بیگ اینت مقدار بیگ اینت هستش 8 پوینت دیگه. میشید خودتون حساب کنید، زیاد سخت نیستش، عدد خیلی بزرگی خواهد شد. دیگه مقدار تاینی اینت داریم، مقدار اسمال اینت داریم، میدیوم اینت توی ما اسکیول هستش، اینجا وجود نداره. مقدار مثلا تاینی اینت دارید، تاینی اینت هم مشخص هستش به چه صورت هستش. اگر بیاید توی خود مقدار اینجا لوکال هاست و پیش مای ادمین رو بزنید، برای شما هم اینجا اگر بیاید توی مثلا لاراول ویرچوال بیاید، مثلا رو پست بخوای برید، توی استراکچرش بخوای برید مثلا چنج کنید. حالا توی این قسمت مواردی که وجود داره تاینی اینت داره میگه به چه صورت، منهای 128 تا 127 یا یه بایت، اسمال اینت مقدار که دیگه، میدیوم اینت اینجا داریم ولی اون مقدار توی اسکیول میدیوم اینتی وجود نداره. همون تاینی اینت و اسمال اینت و خود اینت و خود در واقع بیگ اینت، این مواردی هستش که شما میتونید برای آیدیاتون قرار بدید. الان نال نباید باشه، ما الان نالش رو برمیداریم. من فرض کنم بیگ اینت میزنم، خب فرض میکنم قرار هستش که این خیلی مقدار توش قرار بگیره. خب طبیعتا ما باید بیگ اینت هم بزنیم، واقعا مقداری که میخواید قرار بدید طبیعتا بیگ اینت باشه، خب خیلی بهتر هستش که میتونه دیتا های خیلی، رکورد های اصلا تاپل های خیلی زیادی رو میتونه اینجا قرار بده. خب پس من 4 تا رو الان اومدم اینجا بررسی کردم، اینت، بیگ اینت، تاینی اینت که میتونه در واقع بیاد همون یه بایت خودمون باشه و اسمال اینت که همون دو بایت خودمون. استفاده میشن این دو تا اصلا دیگه، حالا بستگی به نوع تعریف کردن شما، یه پروژه تعریف کردن برای شما وجود داشته باشه ممکن تعریف بشه. من خب بیشتر از بیگ اینت و اینت استفاده میکنم. یه مواردی هستش که وجود داره، این 2 میلیارد هم که مثلا میذارید برای اینت هم به این سادگی پر نخواهد شد، خیلی مقدار خیلی زیادی هستش. ولی خب اگر یه سایت فروشگاهی خیلی بزرگ میخواید تعریف بکنه، خب طبیعتا بیگ اینت باشه بهتر. خب ببینید تو فیلم بعدی در مورد بقیه تایپ ها صحبت میکنیم. شما اینجا دارید تایپ میذارید، حالا میریم تایپ های بعدی.